صبح زیبای تمام هموطنان عزیزان بخیر باشه سپاس از شما عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه هستین و امروز هم صبح و زندگی را برای دیدن انتخاب کردین امروز روز جهانی تور... توریسم هست 5 میزان 27 سپتامبر و میخوایم در این بخش برنامه با جناب آقای رامی نتیقزاده رئیس تحقیق انکشاف و بازاریابی توریسم در وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت داشته باشیم ببینیم نظر و دیدگاهینا در رابطه با روز جهانی توریسم چی هست شما را خوش آمدید میگم آقای نتیق زاده صبح زیبای بخیر باشه. سلام صبح شما هم بخیر صبح تمام هموطنان عزیز ما در داخل و خارج از کشور هم بخیر باشه زنده و سلامت باشید انشالله روز خوبی را و اوقات خوبی را داشته باشند در نخست روز جهانی توریسم و تمام توریست های داخلی و بین المللی خود تبریک میگیم اه هر به هر آن چیزی که فکر بکنیم بازم زندگی انسان یک سیاحت است و هر کسی که میخواید زندگیشان لذت ببرند باید سیاحت بکنن و یا سیاحت برون <applause> نیاز سیا... دارم بس بله. سیاحت یک پدیده است که بدیلش هیچگاه هیچ پیدا نمیشه واقعا. و انسان باید از هر لحظه زندگی خود من حیث یک سیاح استفاده بکنه بدون شک آقای خوب است که اولین سوال از اینجا شروع کنیم که واقعا امی تاریخچه توریسم در افغانستان به کدام زمان و به کدام وقت برمیگرده و از چه مدت به این طرف میشه که در افغانستان تجلیل از این روز صورت میگیره توریسم افغانستان د زمان عبد الوهاب ترزی بنیانګزار تورزم افغانستان بودان البته سال 1642 م تقریبا 1337 تلو 1342 روایت شوه عبد الوهاب ترزی یګانه کسي بود چې تورزم افغانستان بنیانګزاري کړه و بنیادشه غوښسته تورزم افغانستان د وو وخت به یک صنعت بشار پولدار مبدل شده بود هزاران تن سیاحین خارجی از افغانستان دیدن میکردند و تا سالهایی که جنگ های انقلابی آغاز نشده بود افغانستان یک منبع خوب درایت از توریسم خود داشت متاسفانه جنگ های داخلی که شروع شد انقلاب ها شروع شدو توجه کم صورت گرفت به سیاحت افغانستان و مردم کم رفتو آمد کردن ناامنی ها بیشتر شد ای صنعت تقریبا همو مقام جایگاهی ره که داشت اورا از دست داد ولی خوشبختانه در اواخر دمی جریان تحولات جدیدی که آمد در جریان از ی تحولات افغانستان دوباره جایگاه خوده پیدا کرد عضویتهای ره که در اتحادیه ها و سازمانهای بینالمللی داشت دوباره کسب کرد و شرکت های سیاحتی شمخخود شما هم در جریان هستین شرکتهای سیاحت همی لحظه تقریبا 1400-1500 شرکت ما تنها در کابل فعالیت دارن و کار میکنن و همچنان به می شکل اوتلا و که ما اصلا توقعیش نداشتیم که با وجود از این آمنی ها باید غیر فعال باشن ولی فعال هستن و مردم میتونن از اینی از مزایایشان استفاده بکنن از خدماتشان استفاده بکنن افغانستان با در نظر داشت موقعیت جغرافیوی و <applause> زیبایی های طبیعی که از لازی کوتوریسم هم داره جایگاه خاص خود در کشورهای آسیایی داره و 5000 سال تاریخ ما همچنان میتونه که جاذبه خوبی برای سیاهین داخلی و خارجی باشه مثلا <applause> ما میتانیم امیل عذب بامیان یکی از ولایت های بسیار امن ما هستند که <applause> الحمدلله هیچ کلام مشکل امنیتی اونجا وجود نداره و صدها تن سیاهین داخلی و خارجی از اوجا اگر بگیم هزاران تن شاید مبالغه نشه هزاران تن سیاهین داخلی و خارجی از با ولایت بامیان ما دیدن کردن امسال که ارقام بخیر خیر باز ما به نشر خاط بعد از اینکه جمع کنیم نشر خاط کردیم همچنان یک نوید خوش که امروز ما میخوایم برای هموطنان عزیز ما بتیم برای اولین بار روز جهانی توریسم ما در ولایت بدخشان و بسیار شکل شاندارش تجلیل میکنیم امیل کارای ما هیئت رهبری وزارت رهبری حکومت در حال رفتن هستند به ولایت بدخشان یک تیم قبلا هم پرواز داشتن رفتن اونا به خیر اونجا میرن و برنامه را لایف آغاز خود کردن و برنامه را شروع خود کردن در ولایت و... بدخشان بله چون بدخشان هم یکی از ولایت های زیبای افغانستان است و پارک ملی و خانم در اونجا موقعیت داره ما می که از, 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 از طریق توریسم پیام صلح را به تمام هموطنان ما در هر جا یک نوید صلح را و همچنان یک پیام صلح به تمام کسانی هم باشه که ناراز هستن تا بیاین از طریق توریزم از طریق از به فروش رساندن صنایع دستیشان از طریق جا دادن و می فرهنگ میمون نوازیشان جنگ دیگه بس بکنن و یک آید پاک و حلال به خانهشان ان با امید خدا وزارت اطلاعات فرهنگ به خاطر انکشاف صنعت توریسم تا حال تا به امروز چه کارهایی انجام داد؟ واقعا چه نتیجه کلانی و چه دستاورد خوبی در این راستا داد؟ که ما امروز میگیم ما 1400 یا 1500 شرکت سیاحتی داریم یکی از فعالیت های وزارت اطلاعات فرهنگ هستند متاسفانه ناامنی باعث کندی کار میشه در همه عرصه ها اگر ما تنها مثلا شریک نسازیم یا مثلا هیچ از توریزم یادم نکنیم نامنی در کل یک 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 چالش بزرگ است ولی تلاش ها و همین مبارزه های بخش های امنیتی ما از حکومت و همچنان از وزارت اطلاعات فرنگ در بخش تامین امنیت ساعات توریستی قابل قدر بوده که ما از پیششان تشکر میکنیم مثلا شما خودتان ببینید مردم افغانستان اگر هر قدری که زجر ناامنی را ببینن باز هم دلزنده هستند الحمدلله و خوش هستن میرن به هر طرف سیاحتشان انجام میتن امسال ما با وجود کرایه که به با ولایت بامیان مسیر بامیان با مسیر ولایت بامیان قرار دارن کم نامند بودن متاسفانه ولی با وجود از آن ماست ها داخلی و خارجی را داشتیم در ولایت بامیان ما قبلا هم گفتم که اگر از آران بگیم شاید مبالغ نشه ما امسال با ولایت بامیان ما بیشترین سایه را داشتند و همچنان به میشکل اطراف کابل شما خودتان ببینید با گفتم با وجود که نامنیا است ولی مردم با لذت میبرند این یک یا کې اکیک پکیج مکمل وزارت اطلاعات فرنګ دروښوګاهي یامه بود <applause> مأممل لازم سره دو کټلاک بهزرګې عکس های و عکس افغانستان که معرفی میکنه افغانستان از هر لحاظش از لحاظ فرهنگی از لحاظ سیاحتی از لحاظ جاذبه های سیاحتیش امه. ما سرش کار میکنیم فیلم های تبلیغاتی داشتیم ان این فیلم و کاتالوگ تصویر و زودی با دسترس تمام هموطنان ما قرار خواهد گرفت و... آقای عتیق زاده با... واقعا یک بخش مهمی از بازاریابی که در قسمت صنعت توریسم هم برمیگرده فکر کنم شود به جوانان امروزی ما و کسایی که زندگی میکنن در کشور کشور هستند. هستن میتونه واقعا تاثیرات خوبی هم داشته باشه و همکاری اونها چقدر میتونه تاثیر باشه چرا که ما در اول برنامه به نتیجه رسیدیم وقت صحبت ها که زیاد شد و زیادتر شده ما گفتیم که واقعا همکاری مردم هم میتونه در این قسمت خوب باشه که می صنعت توریسم خودش هم بیان پرورش بدن انکشاف بدن و بعد دیگران حتی به نمایش بدن از راههای بسیار آسانی که صفات اجتماعی میتونه اینا انجام بده واقعا بسن. همکاری مردم در هم عرصه ضرور است چی لحاظ امنیتی باشه چی از لحاظ اقتصادی باشه چی از لحاظ توریستی باشه از همه لحاظ مردم باید همکار باشن اگر میخواین که کشورشان رشد بکنه اگر میخواین که رشد فامیلی بکنن اقتصاد فامیلیشان رشد بکنن اگر میخواین که ساحهشان امن باشه و موارد بازسازی در اونجا تطبیق شه پروژه های بازسازی در اونجا تطبیق شه باید سهم بگیرن با دولتشان کار بکنن با ادارات مربوط کار بکنن حتی حتی از بین بردن فساد اداری هم مردم میتونه که همه. کمک بکنن همکاری بکنن کسایی که مثلا فساد پیش هستن اونا رو به مراکز عدلی و قضایی تسلیم بکنن و همچنان در میایم سر رشد توریسم مردم خود امو زمینی را که اگر بر سرمایه گذار میت از مردم است مردم میتون از او کرا بگیره صنای دستی خودشان اونجا به فروش برسانه از 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 از, از خدماتشان خودشان تشویق میشن که اونجا خدمات دگه می بکنن مثلا یک نفر پغمان میره در در در, در ولسوالی پغمان یک نفر خانه خود بلانی خانوادگی بخش خانگی, پخته میکنه سمبوسه پخته میکنه مثلا دیگه جزام میارن در سر سرسرک میدموزدم سایه که برای مردم میته همونجا به فروش میرسانن شما ببینید اقتصاد فامیلی زمانی که رشد کنه اقتصاد کشور خود به خود بله. رشد میکنه پایه های اقتصاد از اونجا گذاشته میشه اگر ما شما بتانیم که با مردم میره از طریق رسانه ها و من خصوصا رسانه ها را بسیار زیاد خواهش میکنم و تشکر میکنم از پیشان که همیشه لطف کردن اگر این نمی پیام ها را به شکل درستش و به شکل اساسیش یک در 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 بخش از برنامه هایشان بگیرن که تا به مردم تبلیغات بکنن که به می صنعت رو بیارن و به می صنعت یا همی صنعت تقویت ببخشن تا انکشاف پیدا بکنه این صنعت یک گام بسیار نخست در بخش رشد اقتصادی افغانستان آقای اقتصاد بسیار جاره شاهد از این که که خوشبختانه می ساعت باستانیش ترمی صورت گرفته ولی بعضی جاها مثلا در صورتی که خیلی علاقمندی خاص خودش داشته بر دیدن وقتی میرم میگن ترمیم خوبی هنوز صورت نگرفت هنوز توجه از طرف مسئولین نیست قدری کار تا حال خوب پیش و چقدر قرار است که کارها به شیوه درست و خوبتر شروع شود سوال بسیار خوبی را اشاره کردین ما بازسازیهای عابده های تاریخی ره داریم شما میفهمین که هر شرکت ساختمانی یک عابده ره بازسازی کرده امه. نمیتانه مثل سابقش میفهمین می که پروسه تدارکاتی یک عابده تاریخی به مراتب مشکلتر از بخش بازسازی یا پروسه تدارکاتی یکی از بناهاببشیک بلدنگ یا یک امارت است هر شرکت میتونه یک امارت بسازه هر شرکت میتونه مثلا یک سرک بسازه ولی هر شرکت نمیتونه یک آبده را مثل آبده سال پیش بسازه وقتی که یک آبده ترمیم میشه همانند در مو آبده باید ترمیم شود که صد سال پیش بوده یا مطابق به مقدامت تاریخیش یا 200 سال پیش یا سه سال پیش بوده پس واقعا در این ای ای موضوع با شما موافق هستیم ولی اتنام نیست که کار نشده باشه کار شده از یک کم شاید با کندی مواجه باشه چون در از جاها متاسفانه نامنی ها وجود دارن مثلا در ولایت غزنی با وجوده که چندین بار ولایت غزنی هایش ساخته شد و ترمیم شد و همکاران ما با, با, زحمات بیشتر و بیشتر و متعمل شدن خطرات بیشتر رفتن به اونجا و کار کردن ولی متاسفانه هم تیگه آلت که باز دوباره از بین میره خب خدا کنه همین کارا هم دیگه به اون شیوه درست خودش پیش بره و امنیت سر تا شود در کشور ایز افغانستان تا شما و دیگر انشاله. کسایی که میخوان بر پیشرفت افغانستان گام تشکر. بزرگی بردارن کارشان را به خوبی انجام بدن تشکر, تشکر از حضور تنجرا واقعی از اینکه امروز با, با ما همراه بودین بازم امروز بر با شما هم تبریک میگم سلام